خب دوستان عزیز همکنون توجه میکنیم به رقابت پهلوانان وزن 90 کیلوگرم جایی که با لباس های سفید پهلوان ما کرامت الله حکیموف و نماینده قزاقستان کوانیش راتاشف روی گلیم اومدن و میبینیم که پهلوان ما بر مقابل این حریفش چگونه نیروسنجی میکند. خوب کرامت الله موقعیت میجوید و حریف نیز کوشش میکند که از کمربند پهلوان ما دارد که این البته خیلی خطرناک هم هست. این شکل گوشتینگیری که حرکت هست و پیدا میکنند موقعیت معین را، ولی چون امتیاز دست پرتاف دست این البته با آگاهی آورده میرساند. از همین خاطر باید پهلوانان جدی تر گوشتینگیرند. خوب به خاطر برآمدن از روی گلیم به کرامت الله حکیموف آگاهی اول داده می شود. کوانشی راتایف 23 سال دارد، از پهلوان ما 5 سال خردتر است و نتیجه بلندش میان جوانان سال 2019 مقام سیوم، سال 2018 نیز مقام سوم، هر دو در جام آسیا. اینجا یک حرکت پهلوان ما، ولی باید این گونه اجازت ندید تا حریف پرتاف کند و اینجا البته پهلوان قزاقستان از دایره ما شده بیرون برآمده بود. اگر این رو داور به نظر گیرد خوب، ولی نه. کرامت الله حکیموف در چمپیونات تاجیکستان سال 2022 مقام سوم را اشغال کرده است و از 11 مرتبه‌ای که در مسابقه‌های سطح گوناگون شرکت نموده است تا کنون نتیجه درخوری را در خزینه دستاوردهایش ندارد و همین جامی کوشادی آسیا میتواند برایش شاید نتیجه هایش را دیگر کند. هر دو هم چندان با سرعت یا با پیدا کردن موقعیت های خوب هنرنمایی نکرده ایستادند. همون جذابیت یا سر حرکتی و هرچی زودتر پیدا کردن اصول ها را ما تاکنون شده نکردیم، اما موقعیتی که کرامت الله حکیموف اشغال کرده بود خیلی خوب بود. اما اینجا داور، بله، همون لحظه ای که پهلوان قزاقستانی از روی گلیم برآمد مشاهده کرد و آگاهی را به او داد که هر دو هم اکنون برابر شدند، هم کرامت الله حکیموف هم کوانشی راتایف. اینجا یک لحظه پهلوان قزاق میخواست بازان نشسته با سر کتفش پرتاب کند، اما میسر نشد. ثانیه های به شمار موندن تا انجام رقابت هر دو این پهلوان، اما تاکنون غالب معین نیست. حرکت پهلوان قزاقستانی، ولی خوشبختانه این حالت برای
Аруматло Хакимов. Пушти сашат. Ва уим кондорат ки усули лад додани даст ро хеле мохирона истифода барат. Йо на. Вахт ва итмом расид ва. Метаонем ки голиби ин жуфро дар дақиқаи тилои ё голден скор мушоҳида кунем. Ин акнун масъулияти бештар тақозо мешавад, чаро ки аввалин имтиёз барои паҳлавонон ин ғолибият аст, ғалаба аст. Аматло метавонад ки мавқеият пайдо кунад дар ҳамин ҳолат, вале на. Хуб аз пасгиребони рақиб хеле хуб дошта буд Кароматулло. Кор дар замин барои паҳлавонони мо чандон бо муваффақона анҷом намеёбад дар бисёри маврид, ва ин чизро мо кам мушоҳида мекунем, вале инҷо мушоҳидаи довар барои камфаъолии паҳлавони қазоқистони Куанши Ратаев буд, ва инҷо ҳаракат барои гирифтани имтиёз аст. Ин партофти Ратаев бахтона баҳогузорӣ нашуд, вагарна барои паҳлавони мо хеле хатар буд. Мо дар ин ҷоми кушоди Осиё 8 паҳлавон сафар барнамудаем. Ки рӯзи гузашта паҳлавонони вазни 66 ва 73 мо рақобат намуданд, ки аз миёни онҳо Абубакр Шеров тавонист нишонии нуқра ба даст биёрад. Инҷо боз ҳаракати мизбони ин мусобиқа буд, ки паҳлавони моро як лаҳза партофт кард, ва хушбахтона ин партофт ҳам бенатиҷа анҷом ёфт. Инҷо камфаъоли Кароматулло Ҳакимов мушоҳида мешавад. Ӯ як лаҳза дигар таваҷҷӯҳ намекунад, ки ҳаракат кунад барои иҷрои усул. Аммо чун мушоҳида ҳам кардем, ки дигар хастаҳол аст Кароматулло, ва ҳариф бошад аз ин лаҳза хеле хуб истифода бурд ва бо усули ипон паҳлавони моро шикаст дод. Куанши Ратаев рӯи худро ба даври дигар мебарад.